برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام، اصطلاحی که از 24 تیر ماه 1394 وارد ادبیات سیاسی ایران شد تا سازوکار مشخصی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران و تحریم‌های غرب و آمریکا علیه کشورمان تعیین کند. اما با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، اجرای این توافق زیر سوال رفت و در ادامه با خروج یک طرفه آمریکا عملاً ناکارآمد شد و دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران شدت گرفت. از آن روز به بعد تأثیر منفی این اقدام بر اقتصاد و روابط بین‌المللی ایران سایه سنگینی انداخت. با روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا، اما زمزمه بازسازی برجام از هر سو شنیده شد. اگرچه هم در آمریکا و هم در ایران موانع زیادی برای این بازسازی وجود داشته و دارد. در نهایت بعد از چند ماه تلاش، روز سه‌شنبه نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزیران خارجه ایران و 4 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش برگزار شد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی بعد از نخستین نشست اعلام کرد در مجموع کار در مسیر درستی قرار گرفته، اما ادامه این روند به حسن نیت و جدیت طرف مقابل بستگی دارد. او جلسه را در مجموع سازنده توصیف کرد و گفت که توافق شده دو گروه کاری تحریم ها و هسته‌ای تشکیل شود که متشکل از کارشناسان همه کشورها به جز آمریکا باشد. این گروه ها مجموعه اقداماتی که آمریکا باید انجام دهد تا رفع کامل تحریم ها در یک مرحله انجام شود را مشخص می کنند، چرا که در کمیسیون مشترک برجام پذیرفته شده که بازگشت گام به گام پذیرفتنی نیست. قرار است صبح جمعه دوباره کمیسیون مشترک در سطح معاونان و مدیران سیاسی تشکیل شود و پیشرفت کار رصد و مشکلات و موانع ارزیابی شود. طرف ایرانی میگوید اگر ببینیم طرفهای مقابل جدی نیستند، کار را خاتمه می دهیم و عجله‌ای در این امر نداریم. آمریکا به طور رسمی در این نشست شرکت ندارد، اما رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بازگشت به برجام بدون هیچ عنصر اضافی که آن را طولانی‌تر یا قوی‌تر کند انجام می‌شود و هدف تلاش برای توافق بر سر اقدامات آمریکا برای بازگشت به برجام و گام‌های ایران است. همچنین نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته مذاکرات تازه در روزهای نخست است و هیچ گشایش زود هنگامی را پیش بینی نمی‌کنیم. می‌دانیم مذاکرات سختی در پیش است، اما این گام درستی رو به جلو است. در نهایت هدف پایبندی در ازای پایبندی است. انریک مورا رئیس نشست کمیسیون مشترک برجام در توییتر نوشته که نشست اخیر سازنده بوده و اراده و همبستگی برای رسیدن به یک روند دیپلماتیک مشترک برای اجرای برجام و لغو تحریم ها وجود دارد. میخائیل اولیانوف نماینده ویژه روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین هم نشست کمیسیون مشترک برجام را موفقیت آمیز خوانده و نوشته احیای برجام به سرعت اتفاق نخواهد افتاد و زمان خواهد برد، اما اینکه تا کی کسی نمی‌داند. مهمترین مسئله این است که کار عملی برای رسیدن به این هدف آغاز شده است. حالا تلاش‌ها برای احیای برجام همچنان پابرجاست و واکنش‌ها به این نشست و نتایج آن نیز همچنان ادامه دارد.